یو ربیا شراغلاس خبرونه بندار د نجيبي سره ما تاسو ویل چې نن می یو سیاسي ملما په خبرونه کې لرم د ځان سره د سربې یو ډیر سیاسي خو ډیر سیاسي نه لږ سیاسي خبرونه یا بندار به مجلرو انجینر محمد عاصم عاصم ولی پیشین پروان و وزیر اسبق مخابرات خوش آمدید محمد باش تشکر میکنم نه پوهیږم د کوم ځای نه در سره شروع کړم خو اول به د دې ځای نه شروع کړو چې کله تاسو خپل د اسلام یا کالج پېښور نه خپل ماسترز وکړل صحیح ده نو اولې مو په هغه وخت کې چې ځوان ولې تاسو لپاره اولنۍ دا چې تاسو جمعیت اسلام دغه چې دی د حزب اسلامي چې ده دا تاسو ولې غوښتل چې تاسو د هغې برخه جوړ شي به ارتباط حضور در تشکیلات حزب سیاسی و فعالیت های سیاسی ما در زمان حکومت سردار داوود خان در 1354 زمانی که در انستیتوت تکنولوژی افغان درس می‌خواندیم اینجا کابل ما عضویت نهضت اسلامی را و حزب اسلامی را حاصل کردیم یعنی پیوستیم به این گروپ و به این جریان سیاسی فکری و از همینجا کار خود شروع کردیم و زمانی که کودتای هفت ثور در افغانستان با وقوع پیوست توسط حزب دموکراتیک خلق مردمایی که وابسته به نهضت اسلامی و افکار اسلامی بودن مورد فشار و به اصطلاح تهدید دولت وقت قرار گرفتن برای ما هم دیگه چاره نبود که ادامه بدیم زندگی رو در افغانستان یکی دو بار موقتا برای یک روز نیم روز زندان شدیم توسط دوستا رها شدیم مجبور شدیم وطن را ترک گفتیم مهاجر شدیم و رفتیم به ایران بعدش هم به پاکستان طبعا در چوکات حزب اسلامی افغانستان که تشکیلات سیاسی فعال در آغاز دوران جهاد بعد از 57 دو گروپ که حزب اسلامی و جمعیت اسلامی بودن اینا فعالیت داشتن ما در چوکات حزب اسلامی کار شروع کردیم تحت قیادت حکمتیار صاحب و تلاشای خود در عرصه فرنگی و سیاسی و ارائه خدمات به مهاجرین و مجاهدین افغانستان انجام میدادیم دلیل به اصطلاح شامل شدن ما در چی چیزا بود که شما را خوش کردین چم پکی خواه شد چه دستی ولی چه تصویر چی نزه بایدم دی حسب سر روسیگم فقط دلیلشی بود که چی گونه بتانیم برای دفاع از عقیده برای دفاع از اسلام سرزمین خود و برای ازی که یک مبارزه مؤثر بتانیم در او سهمگیر شویم که بتانیم در افغانستان تغییر بریم دوباره از همین خاطر قبل از این کودتا هم ما عضویت حزب اسلامی را داشتیم به دلیل افکار مشترکی که داشتیم و به دوام از این که تحولات بعدی پیش آمد که اکثریت مردم آستا است به صف مجاهدین و به جبهه به اصطلاح جهاد در برابر دولت به سر اقتدار وقت می پیوستن طبعا باز او آهسته آهسته تقریبا عام مردم افغانستان در بر گرفت باز چی علت شد که باز امو جمعیت چی که شما رفتین طرف انجینیر صاحب گلبدین باز از او رای خدا جدا کردین او کدام گپا بود تحولاتی که بعداً در جریان مبارزات سیاسی طبعا رخ می ده پیش می در داخل یک به اصطلاح حرکت سراسری که به سطح ملت افغانستان حزب اسلامی طبعا تشکیلاتش مربوط سراسر مناطق افغانستان و به ارتباط حضور کل مردم افغانستان بود همینطور احزاب دیگه به اصطلاح احزاب قوی در دوران جهاد داشتیم جمعیت اسلامی همی ساختار داشت حزب اسلامی داشت اما پسان یک سری از مسائلی به وجود آمد که فرکسیونی از حزب اسلامی اوجا به اصطلاح فعالیت های جداگانه را شروع کردن بعد از سال 1365 او هم دلیلش این بود که مجاهدین افغانستان به خاطر از اینکه مبارزه مؤثر کرده بتانن فیصله شد در سال 1361 که همه تحت یک قیادت و یک گند جمع شوند یک حزب به نام اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان
هفت حزب سیاسی جهادی که در دوران هجرت و جهاد داشتیم، اینا متحد شدن در یک چوکات به نام اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان. زمانی که کوشش کردیم که این اتحاد حفظ شود، دیگه گروپ گروپ نباشه، مردم افغانستان تحت یک قیادت و یک زعامت با مبارزه و جهادشان بپردازند. ولی اختلافی که بعدن پیدا شد، از جمله احزاب شامل اتحاد، اینا خواستن که دوباره پس فعالیت‌های جداگانه خود اثر بگیرن، اتحاد منحل کنن. در اینجا یک تعداد کسایی که می‌خواستن که وحدت در سطح کل تشکیلات جهادی حفظ شود، چون به نفع مردم افغانستان است، از این طریق ما زودتر به هدف میرسیم و خواست مردم افغانستان هم می بود، چون یک تعداد از رهبرای بزرگ ما به این مسئله و خدر علاقمندی نشان ندادن، اونا هم دلایل خود داشتن، مشکلات خود. کسایی که اتحاد خواه بودن دوباره با احزاب سابقه خودشان همکار نشدن. یک جمعی از حزب اسلامی دوباره به حزب اسلامی نپیوستن، جمعی از جمعیت هم محدود، به می ترتیب از حرکت اسلامی، از جبهه نجات، از سایر گروپ ها همینطور فرکسون های جدا شدن. اینا فعالیت های مستقل خود شروع کردن و تلاش جمعی این فرکسون ها می بود که مجاهدین باید متحد باشن اگر می خواهند که فردا در افغانستان بعد از پیروزی یک دولت موفق و مقتدر داشته باشیم، از امیالی باید متحد باشیم و تحت قیادت باشیم. دلیل جدا شدن ما امی موضوع بود که البته کوشش در این راستای یاده دوباره اتحاد کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم متاسفانه. تاسو ویلی چی من غوښتل چې د مجاهدینو یا والی په خپل منځ کې کولی چې دا وطن جوړ کړي، خو موږ ولیدو چې مجاهدینو په وخت کې، یعنی خپل منځ کې، چې څومره یعنی د کابل یا د هرات یا دغسې کندهار، یعنی هغه ښارونه چې ډیر نوم یې درلوده، چې ډیر پرمختګ یې کړی و په هر ځای کې، نو هغه هم د مجاهدینو په جنګ کې چې دی ډیر زیات په خپل منځ کې خراب، ځکه چې یو خپل منځ کې سره ونښته، ځکه چې یو ویلي زه به کینم، بل وایي زه به کینم، نو دا څنګه بیا د دوی اتحاد، تاسو ویلي چې د اتحاد دپاره تاسو راوتلی د هغه دغه نه حزب اسلامی نه، صحیح ده؟ ځکه چې تاسو مقصد دغه و، یا د ډیرو خلکو مقصد دا و د مجاهدینو چې باید دوی دا وطن جوړ کړي، بیا ولې خراب شو؟ مونږ ما سیاستا و دیانتا و عملا میفهمیم، بخاطر اگر کلگی یک نظر یک فکر داشته باشه که وطن جوړ شوه، باز اگر کلگی همی مجاهدین همی فکرش بود، باز چرا وطن که خراب شد؟ ما عرض کردم که سیاستا و دیانتا و عملا میفهمیدیم که اگر مجاهدین در چوکات یک دولت متحد و مشترک اسلامی جمع نشوند و جمع شده نتانند، یک قیادت واحد جور نکنند، طبعا مشکلات در داخل از اینا با وجود میاد، جنگای داخلی شاید بروز بکنه و مو اهدافی که برای از او سالها مردم قربانی داده، شهدای زیاد داده، معلول، یتیم، بیوه اینا، و اهداف بزرگی که جهاد داشت، تشکیل یک نظام و دولت مقتدر اسلامی، ای به دست نمیه. از این خاطر کوششایی که کرده متاسفانه او نتیجه نداد، مجاهدین در حالت اختلافی، یعنی به شکل گروپ های متعدد و مختلف، حکومت بسر اقتدار را ساقط کردن، شکست دادن و شکل گروپ های متعدد یا چند گروپ و چند دسته وارد افغانستان شدن. زمانی که وارد افغانستان شدن و مجاهدین به پیروزی رسید، وجودی به اصطلاح چند دستگی در بینشان و مداخلت هایی که از پشت سر دست های پیدا و پنهان در کار بود، می فهمیدیم که اگر اینا متحد نشوند، دستا از بیرون داخل میشن، مداخله میکنن، اختلاف ایجاد میشه و جنگایی که باز اگر ایجاد شه وطن خراب میشه. اول خود افغانای ما بیخی وطنم لوتو لوتو کدما خلوی بیتر اسن کی کدما